صبح زیبا و دلانگیز هم شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر. آرزو میکنم که تا این دم در کنار صبح و زندگی بر شما عزیزا خوب و خوش گذشته باشم. ساعت دوم برنامه است و بخش صدای شما. شما عزیزا میتونین که با این بخش برنامه تماس بگیرین و مشکلاتتان با ما شریک بسازین. شماره تماس برنامه ما همچنان 070-111-4090 است. شما میتونین که به شماره تماس برنامه وصل شوین و مشکلاتتان در بخش های مختلف با ما شریک بسازین و این بخش برنامه خاص به خاطر شما عزیزا ایجاد شده تا ما پل باشیم تا صدای شما را به صورت مستقیم با مسئولین شریک بسازیم. امروز هم قرار بود که آقای محمد صادق عاکف سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر با ما باشند، ولی متاسفانه نظر به مشکلی که برشان پیدا شد ما نتونستیم که اونا را در برنامه داشته باشیم، ولی هفته آینده بخیر حتما اونا را در برنامه خواهیم داشت. ولی امروز میتونیم تماس های شما عزیزا را در رابطه با موضوعات که مرتبط به وزارت امر به معروف و نهی از منکر هست داشته باشیم. خب میریم به طرف اولین تماس و ببینیم که کدام بیننده عزیز ما روی خط هستن و بازم میخواییم شماره تماس یادآوری بکنم 070-111-4090. لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیز را بهتر داشته باشیم. بریم به طرف اولین تماس. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. سلام، صبح بخیر. صبحتون بخیر. علیکم سلام، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ شرف الدین هستم از کوته 5. بسیار خوب، خیلی خوش آمدین آقای شرف الدین، بفرمایین سوال شما. مشکل ما همیش که همی سرک سازی را همی یک پروژه سرک سازی همی جا فعلا کارت پروژه امر بالمعروف نگه شروع کرد. خب سر تلویزیونتان لطفا پخش بسازین. بازم تماس میگیریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ تلویزیون آریانا محترم. بله بله، تلویزیون آریانا برنامه صبح و زندگی بخش صدای شما. از کابل تماس گرفتیم محترم. ما فهیم اسمم، البته ما از خوندروز، البته این سوال ما البته مشکل ما بربوط همی وزارت امر بالمعروف میشه نیفم یا دولت میشه میده. ما سوال ما از مشکل ما که همی وقت خوب صحیح سر طرف خدا سر ما شما ورده که ما شما امروز متاسفانه به کشور یک حکومت دلسوز نداشتیم که مشکل برق حل میکرد که بالاخره یک کار بنیادی میشید که بالاخره ما برق میداشتیم. این برق ما خیلی روز طرف ازبکستان قطع شده و ما شما دوست و علاشه هستیم که چه وقت ازبکستان برق ما رو برمان میده که ما خصای برق شدیم. امی امام خود است خود ما شما است. امی امام های زنان را ما دفتی قبلا تماس کرده بودم که بالاخره امیر خود کجا قرآن در کجا اسلام گفته که امی امام یک کسی نمیتونه خود بشویه یا امام کنه یا غسل کنه یا امام کنه یا نظافت خود البته متوجه باشه. امی خود کجای قرآن کجای کتاب آمده که امی از طرف وزارت امر بالمعروف است یا دولت حکومت امارات است امی امام های خانم ها البته بند ساخته. شما بهتر میفهمید که امروز زمستان یخ بندازی است که تمام خانه ها را نلاشان یخ زده اصلا او وجود نداره. ما یک سطر او به خاطر وضو یا به خاطر استفادگان خوراک و گفو نوشیدن با بسیار مشکل از خانه از پس جا پیدا میکنیم. و شما بینید که طرف دیگه خسارت دیگه شما بینید که در 24 ساعت یک ساعت برق است و هم بعض وقت یک ساعت میباشه بعض وقت 20 دقیقه یا 40 دقیقه میباشه. همین مشکل ها چرا در درک نمیکنیم؟ ولی همین کجای قرآن کجای اسلام گفته که یک ششتن ششتن یا امام کدن گناه داره یا نارواز در اسلام؟ چرا می امام های زنان را باز نمی کنند که این مشکل مردم حل شده که این مردم از این مشکل عظیمی چی نجات پیدا کنند؟ شما می تشکر حتما سوال شما را با مسئولینشان شریک می سازیم. تشکر میکنم از تماس شما. اگر چی هفته قبل هم تماس داشتیم از بیننده ما که از ولایت هرات برقرار شده بود در برنامه و از این موضوع شکایت داشتن و سخنگوی این وزارت همچنان بیان کردند که ما به زودی روی این موضوع صحبت خواهد کردیم و نتیجهش با شما شریک می‌سازیم. امیدوارستیم هر چی زودتر این مشکل رفع شود. بازم میریم به طرف تماس. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سرای تلویزیونشان متاسفانه که بسیار زیاد بلند است. میریم به طرف تماس بعدی. سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. علیکم سلام، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ درست دست هم زیرات تماس گرفتم. مشکل از برق، برق خیلی زیاد ضعیفه.
آها تشکر میکنم از تماس شما. خب مشکل برق که مربوط وزارت امر به معروف نمیشه، ولی حتما با مسئولینشان تلاش میکنیم که در برنامه صبح و زندگی دعوتشان بکنیم و مشکلات مردم را از لحاظ برق همراهشان شریک بسازیم که در سراسر افغانستان مردم با این مشکل روبرو هستند. بریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شدم. سلام صبح بخیر. سلام صبح شما بخیر. سلامت باشین. اسم شما از کجا زنگ زدین؟ بله. صدای شما را داریم، بفرمایید. از ولایت بدخشان خوش آمدم کلام. بسیار خوب، بفرمایید مشکلتان. زمانی حضرت پیغمبر خدا امر بالمعروف وجود داشت یا نداشت؟ تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. بیننده برنامه باشین، در این رابطه حتما پاسخ خواهد داشتیم، البته از سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر که روی از این موضوع بیشتر خودشان خواهد پرداختن. و تماس بعدی را پاسخ میتیم. سلام صبح بخیر. سلام. علیکم سلام. اسم شما از کجا زنگ زدین؟ از مزار شریف. من گفتم دل بیشتر سنگلا میکل دنگه یکم در طلوع بود. آلگایی جمعه بیشتر خوش شدم. سلامت. خوش شدم. زنده و سلامت باشین. لطف و محبت شما است. تشکر میکنم از تماس شما. لطف و محبت بیننده عزیز ماست که از حمایت شما قلبا سپاسگزار هستم. و حالا میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟ صدیق الهم لکندهار. بسیار خوب، خوش آمدین از ولایت کندهار. سوال شما ما تلفن را قطع نمی کنیم. این بخش به خاطر شما عزیزای ایجاد شده تا مشکلاتتان ما بشنویم و به مسئولین برسانیم. بفرمایید. یواسون زده داده وروره چې موږ په کندهار کې د برېښنا د نه شتون سره مخامخ، یعنی موږ دغه نه برق نه لرو چې اوبه فراوکړ شو نه. او بل زه وایم دغه امر بالمعروف چې هغه کوم مسلمانان دی کاره کېږي، اول به یې چېرته د کار زمینه جوړې کړي، ځکه چې دا باید په کار اخته شي. دا که اوس دا خلک معنا بېکاره شي نو خو دا خلک بیا سبا غلا ورته مخه شي، دا خلک بیا سبا نورو بلو کارو ته مخه شي، نو دوی ورته به د کار زمینه جوړه شي. بله. و سوال سوم شما؟ تشکر، بخیر باشین، ممنون از تماس شما. حتما بیننده برنامه باشین و هفته آینده بخیر با سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر این مشکل را هم مطرح میسازیم. و بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام صبح بخیر. بله. سلام بیننده عزیز صبح بخیر. تشکر، آرام باشین. از کندز به تماس شدیم، معروف نام دارم. معروف نامی دیده کفتر هم که ما نمیدا کردیم نامی معروف امیر بند کرده و چی رقم دادگاه اولایت ها بند کرد، نکرد تنها دیجا بند کرد، ما میخواست رو بیرم، ما شما شدید کنیم. آها، بسیار تشکر میکنم از تماس شما، سلامت باشید. خب، واقعا که هموطنان ما از ولایت مختلف تماس گرفتن تا به حال به برنامه و از لحاظ حمام ها مشکلاتشان شریک کردن که این مشکلات تمام مردم را در بر میگیره و به خاطر از اینکه برق هم نیست و مردم نمیتونن در خانه آب گرم بکنن، حمام داشته باشن، به او خاطر نیاز دارن که به حمام های عمومی مراجعه بکنن. بازم میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام صبح بخیر. سلام علیکم برادر. علیکم سلام. اسم شما از کجا تماس گرفته؟ احمد هستم از نای 12. احمد جان خوش آمدی به برنامه، بفرما. یک سوال داشتم، باید مسئول امر بالمعروف تطرح کنیم که امر بالمعروف تنها بر مردم عام است یا تنها بر خودشان هم هست؟ بخاطر از اینکه اکثرا دیده میشه در سابق ما شما تنهای موتورهای زورمنده و پلدرها رو داشتیم که شیسی ها بدون پلیت میگشت، امروز هم اون موتورها بدون پلیت نکرده و حتی موتورهای سوزکی و کرولا هم شیشاش و بدون پلیت در شهر رفت آمد میکنه، یا مربوط هم به بالمعروف میشه و نمیشه؟ آها، خیلی تشکر میکنم از شما، سلامت باشین. خب بازم میریم تماس بعدی را پاسخ میتیم. بیننده عزیز سلام صبح بخیر. تماس شما وصل شده، بفرمایید. سلام. علیکم سلام. اسم شما؟ خب سری تلویزیون شما متاسفانه بسیار بلند بود. تماس بعدی. سلام صبح بخیر. سلام، چطوری؟ بخیرم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ سلامت، مستخدم سلامتی، 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 سلامتی،
خیلی ممنون، سلامت باشین. بفرمایین. تلویزیون آریانا، برنامه صبح ها زندگی. خوشحال و جمع تاز خدا اهل نروز تاز خدا خبر تو خبری الان چیانو اینجا بس تو خبری نکره کنم نکره. خب از شما قلبا تشکر میکنم، ولی ما زمان که مسئولین را در برنامه میداشته باشیم، اونا هم به زبان دری و هم به زبان پشتو صحبت میکنن تا مشکلات شما را به گونه راحت‌تر به گوش شما دوباره برسانن و راه حلش را به شما پیشنهاد بکنن. خب مشخصا مشکل شما، خب تماسون قطع شد، بریم با طرف تماس بعدی. سلام، صبح بخیر. سلام، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ تماسان متاسفانه قطع شد و تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام. خب تماسان از دست دادیم و بازم تماس داریم. سلام، صبح بخیر. تشکر میکنم از همه شما عزیزا که در بخش صدای شما تا این دم تماس گرفتین و مشکلاتتون به خصوص در رابطه با موضوعات که برمیگرده به وزارت امر به معروف و نهی از منکر با ما شریک کردین. امروز قرار بود آقای محمد صادق عاکف سخنگوی این وزارت را با خود داشته باشیم، ولی متاسفانه اونا مشکل برشان ایجاد شده بود و نتونستن که امروز در برنامه حضور پیدا بکنن. هفته آینده اونا را خاط داشتیم و ما سوالات شما را یادداشت کردیم تا فعلا، و هفته آینده اونا را در برنامه می داشته باشیم. این سوالات را باشان شریک میکنیم تا پاسخ بر شما داشته باشن. باسم بخش بعدی ما صدای شما خواهد بود، تماس های تلفنی شما عزیزا را پاسخ میتیم. فعلا وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. باز هم شما عزیزا را خوش آمدید میگم به بخش صدای شما، و بخش است که به خاطر شما عزیزا ایجاد شده تا ما بتونیم مشکلات شما عزیزا را از طریق بخش صدای شما دریافت بکنیم و مستقیما با مسئولینشان برسانیم. البته امروز قرار بود که آقای محمد صادق عاکف سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر در برنامه داشته باشیم، ولی به خاطر از اینکه سفر داشتن در ولایت تخار و باید به اونجا رسیدگی میکردن، نتونستن که در برنامه تشریف بیارن. هفته آینده منتظرشان میباشیم و ناگفته نمونه که منتظر تماس های شما باز هم هستیم. سوالات شما را یادداشت میکنیم و حتما به گوش مسئولینشان خاطر رسانده. شماره تماس برنامه را همین لحظه شما عزیزان روی صفحات تلویزیونتان تماشا میکنین، 0 70 111 40 90. لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیزان را بهتر داشته باشیم. میریم به طرف تماس اول در بخش برنامه. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. بله سلام. سلام برادر، خوب هستین؟ من به ارتباط امینیه اما ما گپ میزنم. امین چرا مثل نایفم چرا مشکل مردم اینا درک نمیکنن؟ امین چی ارتباط داره در امر بالمعروف که عوام را بند کردن؟ این مردم چقدر مشکل دارن؟ در این هوای سرد او نه برق نه حالی، یک مردم غریب چقدر چوب بگیره که امام خود گرم کنه؟ مثلا امام خانه را یا مثال گاز بگیره، هر مشکل در هست طرف مشکل است. دهی هوای سرد او نه برق نه برق هم ببینین تو باز گفتن برق وصل میشه برق هم نه. مردم چه رقم مشکل خود رفع کنن؟ باز این چی ارتباط داره در امر به معروف که ایر گرفته اماما رو پرچاو که همین خانما بیتار سفل داره جوان از پیر از نمیتونن دهی هوای سرد در امام خانه بشوین خود امام کنن. میگن نظافت جز ایمان است. وقتی که اینا میگن جز ایمان است که باید در هر سرش یعنی اینا بفهمن که نظافت جز ایمان است، باید اماما را واس کنن که خانما مشکل خود رفع کنن. بله تشکر میکنم از شما، ولی نگفتین از کدام ولایت تماس گرفتین؟ ما از کابل. سلامت باشین، تشکر. تشکر. و دیگه برادر به هفته پیش یک هفته پیش به خاطر امین المایم به شما زنگ زده بودم که گفتم که امین وزن نان آرد بسیار پایین آمدن، شاید خودتان خبر داشته باشین که امین دقیقا ما باید دارم بسیار پایین آمدن دوازار و یک و نیم ساعت شده. اما شما یک دم شروالی کابل که میمون کردم شما گفتم این خواسته بین ایچ بی مشکل برسان نگفتیم. درست است، حتما این سال فراموش شده بوده از پیش همکارا. هفته آینده بخیر همراهشون شریک میسازم، شما مطمئن باشید. اونا مقا قیمت پایینم اما نان اونا مقا در وزن شده مقا کم است. درست مثل سابق که بلند بود وزن شده اونا مقا دارد آل آر پایین آمده باید اینا
یک ذره خدا را بشناسن، یک ذره بفهمن مردم در این حالت در چی حالت است. بیکاری از یک طرف، همین فامیلایی که 6 نفر است، 7 نفر هستن، دیگه چی ندارن، این نان بگیرن، همین یک ذره خدای خدا حاضر ببینن. گناه داره، شما چرا تو میکنین بگو؟ دقیقا، تشکر میکنم از تماس شما. بیننده صبح زندگی باشین با مسئولینشان که مربوط میشه به شهرداری کابل، این موضوع رو حتما شریک میسازیم. بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام. خب میریم از طرف تماس بعدی. سلام صبح بخیر. علیکم سلام. اسم شما از کجا تماس گرفته؟ صبح بخیر. خوب هستین برادر؟ بخیر، خیرتی؟ سلامت باشین، تشکر. صبح شما همچنان بخیر باشه. بخیر، سلامت باشین. ما یک مشکل داشتیم، شما می وقتی که مسئول شهدا و معلولین نمیخواین، شما باید از بیرونتونه باید به شما زنگ بیا، امو سوالا و چیزایی که داره شو نفر شهدا و معلولین باید پرسان کنه. بله. شما هیچ اصلا تماس ها را شما چی برقرار نمیگیرین که ما هم چیزی که مشکل داریم گفتیم امو مسئول شهدا و معلولین باید از ما پاسخ بگیریم. او امو چیزایی که خودش مثلا به نفع خودش است، او خودش هم گپای خود ارائه میکنه. درد و مشکلاتی که مردم داره و ده چی میگن در دل مردم هم باقی است. شما باید یک زمینه سازی کنید که تماس های ما کسی هم مسئول شهدا و معلولین شما دعوت میکنه باید برقرار شه، ما تو بتونیم مشکلات خود به ویرایه کنیم که این مشکل ما چاره چی است، چی میشه آخرش. دقیقا، تشکر میکنم بیننده عزیز از تماس شما. خب اگرچه ما سوالات یک روز مشخص میگیریم و پس از او هم مسئولین شهر روز آینده در برنامه دعوت میکنیم تا اونا سوالات شما عزیزا را که ما یادداشت کردیم پاسخ بدن، ولی با هم تلاش میکنیم تا روزی که خودشان دعوت شدن در برنامه تماس های شما را به صورت زنده داشته باشیم که خودتان مستقیما بتونید همراهشان صحبت بکنین. تشکر میکنم از تماس شما. و بازم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنید. سلام شب شما بخیر. تشکر، سلامت باشین. از کجا تماس گرفتین؟ بله؟ از کابل. بسیار خوب، بفرمایید. خب فکر کنم اینا از خواب کاملا بیدار نشده بودن. بازم بریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنید. بله. بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم سلام، اسم شما از کجا زنگ زدین؟ مجیب رحمان هستم، از کندوز تماس گرفتیم. خوش آمدید مجیب جان، بفرما. بیادر همی وضع کندوز از لحاظ دوزدوزی بسار زیاد شده. سوال شما رو درست نگرفتیم، بازم تکرار بکنیم. وضع کندوز یک رو دوزدوزی زیاد شده. خب دوزدی زیاد شده. آها، مشخصاً در کدام مناطق زیادتر شده؟ مرزه خیابان است بیادر، پیش سر دارایی خیابان. بله، دیگر؟ پیش سر دیوال قماندنی امنیت. آها، خب تشکر میکنم از شما. فردا آقای احمدزی در برنامه با ما خواهد بودن، سخنگوی قماندنی امنیت هستن و در این رابطه بیشتر به شما معلومات میتن. سلامت باشید. میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. بله سلام. سلام، صبح شما بخیر. صبح همکار تخنیکی شما بخیر. علیکم بخیر سلام. و همچنان یک سلام هم خدمت همه هموطنان عزیز ما که صدای ما را میشنوند. بسیار تشکر. بزرگوار، ما از هرات به شما به تماس شدیم، اگر به خاطر داشته باشیم در شنبه گذشته در این جای بنپالی شما یکی از مسئولین امارت اسلامی که از امر بالمعروف بود نگ مشکل به ارتباط خانه ما از سر نظامی وزارت دفاع حکومت سابق است. مثل مواری خیلی ها را خانهاشان گرفتن در هرات در فامیل های غند 11. من موجه گفتم بازم او بزرگواری که میگشته بود گفت که پس لبرنامه چه خدا تاثر خبری کن از امو که رفته تا بالا کس خواهد من صحبت نکره ایز با کسی برای من زنگ هم نگده. من خواستم یک بار دیگر این مشکل خدا برای شما بگم که مشکل من نیست، مشکل ما در تنها نیست که چندین نفر است، تقریبا 30-40 نفری که ما را کشیده. ما دعوا گفتیم نداریم، امور هم گفتیم زمین از دولت است، صرف همی پیسی آبادی ما را بتن ما قرض کردیم. امیره یک دفعه دیگه هم در گوش از اینا برسانیم سعی کنیم
تشکر میکنم از شما. شماره شما پیش ما یادداشت هست، حتما امروزون شریک میسازیم تا خودشان با شما تماس بگیرن، ولی در صورت که تماس نگرفتن شما میتونین در بخش صدای شما باز هم زنگ بزنین تا خودشان پاسخ بدن. و تماس بعدی، بیننده عزیز، سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. سلام، صبح بخیر، خوب هستن؟ شکر، خیرتی جان جور. تشکر، بخیر باشین. از کجا تماس گرفتن؟ سرپل خوندی. خیلی خوب، بفرمایین. ما خاطر میشاور مایی باتینه یک سال یک نیم سال شده می چیز ما را می کات مایی بیازی را قید کده باز هم رفت جور کده موجا گفه ها را چی ورقای کابل رفته اینه چند ما میشه است که می ورقای چه از وزارت نامده. آها، تشکر میکنم. به خیلی روز روزگار ما خراب است. همین در مو روز روزگار ما میچرید. همین مایوی زیر بند کرده. سلامت باشین. سوال شما را گرفتیم. حتما با آقای احمدزای این موضوع را شریک میسازیم. تشکر میکنم. خدا حافظت. بخیر باشین. خدا نگهدار. و تماس بعدی. بیننده عزیز سلام. صبح بخیر. تماس شما وصل شده. صحبت بکنید. علیکم سلام. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ تشکر. سلامت باشین. اسم شما؟ ما فاطمه هستم. بفرمایید خانم فاطمه. رستم جون، من تا که روند برنامه تانیم نیست، من از خود یک خواهش دارم رستم جان، قم بیادر قم که بسیار وضع روزگارم خراب است. شوارم به خدا این قرآن فرچی از مایوبت گفتم به بخش کدام کومکه، اگر کسی کومکه لطفا بیادر قم بگم مردم بخش کدام کومکه بگی. تشکر. خب اگر چی این بخش ما مختص به این موضوعات نشده از لحاظ کمک ها، ولی با آن هم هموطنان خیر رو، هموطنان مهربان ما و به خصوص تجارت پیشای عزیز ما که وضعیت مالی بهتر دارن، بعضی کمپاین هایی را برام اندازن که میتونن با شما همکاری بکنن. خب بازم تماس را پاسخ میتیم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ از مزار شریف. مهدی، خوب است انشالله؟ زنده باشین. تشکر آقای مهدی، بفرمایید. امی از خاطر امامای زنانه مشکلی خیلی زیاد بود در مزار شریف. بعد از تمام توب قیمت، برق قیمت، امی اگر باشه و خیلی خوش بود. درست، واقعا این مشکل را نه تنها از شما بلکه از اکثریت هموطنان ما که امروز تماس گرفتن در بخش برنامه و سراسر افغانستان دارن و این موضوع را ما روزایده صحبت کرده. بله بله، تشکر میکنم از تماس شما. بخیر باشد. خب بیننده های عزیز، قلبا تشکر میکنم از تمام شما عزیزا که در بخش صدای شما وصل شدین و تماس گرفتین، سوالات را با ما شریک کردین. از اعتماد شما قلبا سپاسگزار هستیم. روز آینده حتما با آقای عاکف، البته هفته آینده که در برنامه تشریف آوردن، این موضوع را شریک میسازیم تا مشکلات شما را پاسخگو باشن و امیدوار هستیم که شما عزیزا بیننده برنامه باشین و دوباره جوابایتان را دریافت بکنین. بخش های بعدی برنامه را همچنان فراموش نکنین و فردا در بخش صدای شما آقای احمدشاه احمدزای، سخنگوی قماندانی امنی شهر کابل را خواد داشتیم، آقای میوندشاه احمدزای را، و اونا بیشتر روی موضوعات امنیتی صحبت خواد کردن. بخش های جذاب برنامه صبح و زندگی هنوز باقی است که با شما عزیزا شریک خواد ساختیم. در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه.